سلام شنوندگان و بینندگان محترم کانال یوتیوب ما. خداوند را سپاسگزارم باز هم فرصت داد تا یک بار دیگر قسمت جدید از رمان جادوی سیاه را تقدیم شما عزیزان نمایم. در قسمت های قبلی خواندیم که مراد و مراد و برازنده با هم از عشق یکدیگر تعریف کردند و خیلی به هم نزدیک شدند و یک لحظه بدون یکدیگر زندگی کرده نمی دانست. در نهایت در این قسمت مراد ناچار شد برود به بغلان و چند روز پیش خواهرش ماند سارا و ناگزیر بود ختم خیرات و دعاخوانی برای پدرش انجام دهد. برگشت به کابل چون در قریه تلفن آن تن نمیداد. زیاد درش تنگ میشد. هر نفس که میکشید به اسم عشقش بود. هر قدری که قوی هستم از برکت اوست. از خدا میخواهم این نعمتی که برام داده را هیچ وقت نگیرم، اگر نمیمیرم. کابل بودم. اول شهر رفتم، چند جور لباس و برازنده گرفتم. کاملا لباس هایی که دوست داشتم و تنش خوب می گفت. هر باری که چشم های سیاه و جادویش یادم می آمد، قلبم تون تون شروع به تپیدن می کرد. لبخند زیبایش، جلد سفید و موهای سیاه. آه که این دلبر نشه‌ای ما بهر کشتن ای عاشق سینه چاکش اینقدر زیبا است. همیشه در خواب و خیالش غرق شده، خودم را فراموش می کردم. دردی به این بزرگی دارم، مگر عشق برازنده قلب شکسته ما ترمیم ساخت. لباس ها را گرفته طرف قلیه حرکت کردم. در جریان راه قلبم تند تند می تپید به خاطر دیدن معشوقه چشم جادوییم. رسیدم به خانه، دروازه حویلی باز بود. زنهای همسایه همگی جمع شده بودند. داخل نرفتم. فکر کردم مهمانی گرفتن یا زنها به خاطر قصه کردن جمع شد. لالا مراد، خاله بزرگ را کسی کشته. چی؟ او بچه تو چی میگی؟ با ورخطایی داخل رفتم که خاله بزرگ روی زمین افتاده و به شکل خیلی وحشتناک کشته شده. همگی جمع شده بودم. رفتم اتاقها را پالیدم، کسی نبود. پس برازنده کجاست؟ خدایا معشوقه ما کجاست؟ مردم قریه را پرسان کردم، هیچ کسی خبری از معشوقه چشم جادویی هم نداشت. دلم در گرفته بود. با قهر و غضب حرکت کردم طرف خانه برازندهشان. دهن دروازه گاردها بود، داخل اجازه نمیدادند. با گاردها جنگ کرده هم لت کردم هم لت خوردم، تا اینکه مرا بردن به زیر زمینی. دست و پای من با زنجیر بسته کردم. چند دقیقه آنجا زندانی بودم. پدر برازنده آمد داخل. اوه اوه اوه، چشم ما روشن، بالاخره فراری ما پیدا شد. کجا بودی تو؟ مراد، انسان کثیف، برازنده کجاست؟ با او چی کردی؟ او دخترت است بی غیرت، دلم برات می سوزه. بچه نجارت، تو چقدر ساده هستی؟ ما به دختر خود چرا ضرر برسانم؟ مراد، پس برازنده کجاست؟ گفتم می خواهم ببینمش. برازنده خوب است، امروز با دوستهایش پارتی داشت، مصروف او است. مراد، تو فکر میکنی من کدام بیعقل هستم؟ طفل هستم که مرا با این گپا بازی میتی؟
خب باورت نمیشه پس. اصلا هیچ وقت هم دست و پای ما باز کن. درست است. دست های را باز میکنم. آدرس را هم میتون برد. برو خودت ببین. مراد دیگه گپی نزد. پدر برازنده نفرهایش دست ما باز کرد و یک آدرس دادن برد. سر گپای برازنده قدر سر سوزن باورم نیامد. اما به خاطر برازنده حتی حاضر بودم جانم بودم. با آدرسی که در دستم داشتم حرکت کرد. نیم ساعت طول کشید تا رسیدم. یک هتل بود. از بیرون خیلی مقبول معلوم میشد. میخواستم داخل برام اما فکر نمیکردم گاردها اجازه بدن. وقتی نزدیک رفتم گاردها گفتن برو داخل. تعجب کردم. حرکت کردم طرف جایی که محفل بود. فکر کردم یک محفل دخترانه است یا هم چیز دیگه. داخل اتاق شدم. موسیقی بلند بود. دختر و بچه با هم می‌رقصیدند. فکر کنم همه اینها عیاش‌های پولدار است. دود سیگارت، چرس، چلم همه فضای اتاق را اشغال کرده بود. نفسم بند می‌آمد. مصروف جستجوی برازنده در این جای کثیف شدم. کمی پیشتر رفتم که چشمم به معشوقه چشم جادویی‌ام خورد. ای کاش هرگز این صحنه دلخراش را نمی دیدم. موهای تنم سیخ شد. گویا به مرمید قلبم فایر شده باشد. برازنده در آغوش یک بچه دیگه. او هم با لباسهای برهنه و مزخرف. خونم به جوش آمد. نزدیکش رفتم و از دستش گرفته از هتل یا هم دیسکو بیرونش کردم. چی میکنی تو نشایی؟ معلوم است که چی میکنی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ به این سر آواز چرا؟ چون برازنده در نشه بود درست گپ زدن نمیتونست. باز هم درم نام تنهایش بگذارم. دستمال گردنم و دورش پیچاندم و از هتل بیرونش کردم. یک تاکسی گرفته بردم به خانه خودم. اتاق را جور کردم و برازنده خواب شد. او قدر نشه بود که اصلا گپ زدن نمیتونست. تمامش کارهای پدرش است. خدا لعنتش کند. چطور با برازندیم این قسم میکند؟ چطور؟ تمام شب روبرویش نشستم و خوابش را تماشا کردم. نزدیک صبح بود که یک چشم خوابم بود که دروازه تک تک شد. با تک تک دروازه بیدار شدم. دیدم که برازنده نیست. فکر کردم تشناب رفتم. رفتم دروازه را باز کردم که پلیس با پدر برازنده آمده. عمر صاحب همی است. همی دختر ما اختطاف کرده و قاچاق میکنه. مراد چی چی؟ ما چی کردیم؟ متوجه گپ هایت هستی؟ ها ما هیچ کس را اختطاف نکردیم. ببینین باید خانه تان تلاشی شود. مانع کار ما نشه. مراد هر قدر صدر و صدا کردن کسی گوش نکرد. خانه را تلاشی کردن. برازنده در تهکیه بود. اما چطور اونجا رفتن؟ وقتی پلیس ها بیرون آورده بودنش سر و رویش زخمی بود. لباس هایش پاره. از آشپزخانه ما مواد مخدر پیدا کردن. چرس، تریاک، شیشه و امثال این چیزها. مگر چطور؟ طرف برازنده سیل کردم گیده کرد. سرم تهمت بست. تهمت تجاوز، تهمت آزار و اذیت. از آسمان به زمین سقوط کردم. چرا؟ آخر شاید پدرش مجبور ساخته. شاید گبهای است که من خبر ندارم. اگر نه برازنده خو دوستم دارم. پولیس ها مرا بردن زندان. گپم به محکمه کشید. هیچ یک از اعضای فامیلم خبر نبود. 20 سال قیدم برآمد. زندگیم سیاه و تاریک شد. بیگناه محکوم شد. چندین ماه سپری شد. مگر از برازنده هیچ خبری نبود. در کنج زندان افتیدم.
در زندان مردم های مختلف زیاد بود. همیشه گوشه می گشتم. اذیت و آزارم می کردن که جای مواد مخدر را بگو. مگر که چیزی نمی دانستم. با وجود این همه درد باز هم منتظر برازنده بودم که بیایه و مرا از اینجا خلاص کنه. مگر هیچ کسی نیامد. هر روز از زندان برش زنگ می زدم مگر موبایلش خاموش بود. از خدا آرزو می کردم تا یک بار ببینمش. مصروف رسم کشیدن بود. چشمهای مقبولش ترسیم می کردم که پلیس آمد و گفت کسی به ملاقاتت آمده. از جایم بلند شده گویا برم زندگی دوباره دادن. حرکت کردم به فکر این که برازنده هم آمده. وقتی رفتم دیدم که لالا عزت بود. باز هم خوشحال شدم. مگر چشم من جز او دلبر وحشیم کسی را هم میبینه؟ سلام لالا عزت، چطور هستی؟ عزت، لالا تو چطور هستی؟ چطور این قسم شد؟ خوب هستی؟ چی گپ هست؟ گپ چی هست؟ نمیفهمم، اصلا نمیفهمم که چی بگویم لالا عزت. عزت، آه لالا جان، تو هم فریب خوردی، ما هم زندگی ما سیاه شد. چی شده مگر؟ چرا یک قسم گفتی؟ عزت، لالا او دختر احمق زندگی ما را سیاه کرد. او شیطان بود، اصلا آدم نبوده. لالا آمد تمام خانیم، تمام پولهایی که داده بود را خواست. ما خود چیز نداشتیم. بتیم برش خانم ما برد خانیش تا نوکریش کنم. ما هم نوکریشان میکنم لالا. مراد، چی میگی تو بچه؟ متوجه گپهایت باش. برازنده اوتر یک دختر نیست. عزت، چشمهایت باز کن مراد. او از شیطان بدتر است. مراد با قهر و عصبانیت دل عزت را شکستم و از پیشم رفت. به گپهایش باور نکردم، چون برازنده ما مثل فرشته است. میفهمم. دوباره رفتم در اتاق. دیوانه شدم. عقلم از دست داده بودم. با هر کسی گفتگو کرده لط میخوردم. چندین ماه سپری شد. سر صورتم مثل پیرمردها شده بود. فقط با هر نفس برازنده میگفتم. به خاطر یک بار دیدنش آماده بودم تمام عمر خدا بود. 6 ماه در کنج زندان بودم. کسی به ملاقاتم نیامد. تک و تنها و بیچاره و آواره. ریشم هم تقریبا یک بلست می آمد. او بچه مقبول و استایلی نبودم. در اوج جوانی پیر شدم. گاه با خود گپ می زدم، گاه با در و دیوار. پلیس ها آمدن مرا با خود بردن. حتی نپرسیدم که کجا میبری. در یک اتاق بردن. من استاد و ساکت مانده بودم. زندگی چطور میگذره مراد خان؟ مراد، این صدا به گوشم خیلی آشنا بود. خیلی زیاد. با عجله به عقب نگاه کردم. خودش بود، برازنده. محکم با آغوش کشیدمش. عشق چشمم و لرزه دستهایم کنترل نمیشد. از خوشی گاه به زمین و گاه به سقف نگاه میکردم. تو کجا بودی نیشه ای؟ کجا بودی؟ مردم از تشویش. چرا یک بار به دیدنم نامدی؟ نیشه ای چرا؟ خوب خواستی ها؟ برازنده، من کاملا خوب هستم. میشه از اون دور شوی؟ بوی بد بدنت دیوانیم کرد. مراد، او ببخشی گلم، از بس در خیال و فکر تو هستم هیچ به خود نمیرسم. خب کجا بودی ها؟ برازنده، خانیم بودم. سر کار و بار خود کجا بودم ایتانم؟ مراد، پدرت تهدیدت میکننی؟ با خاطر همی مجبورت کرد سرم تهمت بزنی.
میفهمم، تشویش نگو، ما حقش میدم و کف دستش. مرازنده، هو متوجه گپهایت باش، او پدرم است. مربوط تو نمیشه که چی کرده یا چی میکنه. و در ضمن ای همه فکر خودم بود، نه پدرم. مراد، چی میگی گلم؟ گپهایت نمیفهمم. برازنده، 2.5 سال پیش به خاطر یک شاهدی تو چندین ماه زندانی بودم و زجر کشیدم. آبروی پدرم رفت. تو چی فکر میکنی که ما به خاطر عشق کد تو یک جای بودم؟ نه خیر، نه. ما صرف میخواستم تو را درد بودم، زجر بکشی. مراد، دیوانه چوب باش. ایگه باید فایده نداره، من دوستت دارم، میفهمم. پدرت مجبورت ساخته. برازنده، بسر هر دین و مذهبی که ایمان داری قسم است که پدرم لام تا کام برم نگفته، تمامش فکر خودم بود. تا قتل پدرت، خانه او عزت پوک، عاشق ساختن تو، قتل او زن احمق پیرکی و حتی زندانی ساختنت. مراد، باور نمی کنم. نه نه، امکان نداره، بس کن. برازنده، قسم خوردم، دیگه چی کنم؟ ما تو واره بچگک ها 6 تا نوکر خانه ماست. فقط چند روز هم ساعتم تیر کردم. هم انتقام گرفتم و هم نابودت ساختم. درد بزرگتر از عشق و شکست عشق به یک عاشق واقعی نیست. و ها، این کار اولم نیست. از این کارها خیلی زیاد کردیم. مراد، تک تک گپهای برازنده گوشهای من اذیت میکرد. قلب من تک تک میکرد. باور نکردم به هیچ گپش، مگر وقت ثبوت نشانم داد. احساسم مرد، قلبم تک تک شد، کاملا مثل شیشه ای که به زمین افتاده تک تک میشه. قتل پدرم، ثبوت قتل خاله بزرگ، ثبوتش از هر کارش برام ثبوت نشان داد، حتی از رابطه اش با بچه ها. در گرفتم، سوختم، به هم ریخته شدم. نفسم با وجودم اضافگی میکرد. از گلون برازنده گرفته میخواستم از بین ببرمش، مگر نتانستم. ما لعنتی نتانستم این کار را، نتانستم. ما از بین برده نتانستم. او با قلب، با زندگی بازی کرد، مگر من هیچ کاری نتانستم. پدرم، ای کاش جای تو من میمردم. پدر جانم، خود به در و دیوار زدم، مگر فایده نداشت. او دلبر نیشهی وحشیم رفت، حتی دلش به رنگ زردم نسخت، دلش به حالم نسخت. مرا 1000 بار درد تنها گذاشت و رفت. به جرم کدام گناه اینقدر تاوان سنگین پس دادم؟ کدام گناه؟ عقل ما از دست داده بودم، روانی شدم. دو اتاق با هم اتاقی هایم جنگ کرده چندین نفر را زخمی ساختم. هر روز با جنگ شروع می شد، با جنگ ختم می شد. چندین بار چاقو خوردم، زخمی شدم، اما نمردم. من لعنتی نمردم. چرا همراهیم این قسم کردی دلبر سنگدلم؟ من خود دوست داشتم، از خود بیشتر، از خدا کمتر. چه کمبود داشتم؟ چرا این قسم کردی همراه؟ مخو خیر، پدرم چرا؟ خاله بزرگ چرا؟ عزت و خانمش چرا؟ چرا چرا آخر چرا؟ خدایا، چرا سوختم، در گرفتم، 1000 بار مردم، نابود شدم؟ خدایا کمکم کن. دست ای بنده فقیرت بگیر. از بس گریه و زاری کردم، حال پرنده های آسمان به حالم می سو.
خود زنی می کردم و سر از صورتم مشت می زدم. تاوان ای عشق چقدر سنگین بود، مگر خدایا درد ما به کی بگویم، درد ما به کی بگویم. چند روز اصلا به خود نبودم، از بس جنگ کرده و روزبدی کردم، مرا بردن به یک اتاق تاریک و تنها، یک جایی که حتی نور آفتاب هم درست نمیتابید. به اندازه دنیای ما سیاه و تاریک بود. دیوانه ها واره با خود حرف میزدم، با موش و با سایر حیوانات دیگر حرف میزدم. دلم از عالم و آدم سیاه شد، احساسم مرد، قلبم شکست. چندین ماه در آن جای سیاه و تاریک ماندم تا قلبم هم به همان اندازه سیاه شد و تاریک شد. مهربانی، احساس، لطف، شفقت همه را فراموش کردم و تبدیل شدم به یک تکه آتش که از هر جای عبور می کرد می سوختند آنجا را. خب دوستان عزیز، این بود قسمت چهارم داستان. زندگی هم با انسانها بازی های مختلف انجام می دهد. پس گفتم می توانیم هیچ انسان از اولش بد نیست، احساس دیگران را نکشید تا که قلب او تبدیل به یک تکه سنگ سیاه نشود. دوستان عزیز، قسمت بعدی را همچنان تقدیم شما خواهیم کرد. بدرود.